بیانیه شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت خیزش آبان ماه 98. هم میهنان مهربان و دلاور من، خیزش دلاورانه، میهنی و حق طلبانه شما در دی ماه 96 در قعر زمستان 40 ساله جهالت و فلاکت تحمیلیان سرفصل نوینی بود در تاریخ معاصر ایران، نویدی که پایان شب سیه نزدیک است و سرزمین ما آبستنی بهاری نو در عمر پرفراز و نشیبش، با خیزشی که به نمادین ترین شکلی از گوهرشاد مشهد آغاز شد، تمام چارچوب های تحلیلی استخوان پوکیده در هم شکسته شدند و چارچوبی نوین جایگزین تحلیل های عقیم شد. دی ماه 96 می رفت تا در تن بادی از خواست بر حق شما تومار نظری پردازان شکست و وکلای اهریمن را در هم بپیچد. کمتر از 2 سال پس از آن خیزش ملی، توهی دستانی که همه چیزشان را ربودند، گام به گام با زنان و جوانان از کلان شهر و شهر و شهرستان به پا خواستند تا حماسه نو بیافرینند. تهرانی به یاری شهرستانی رفت، کرد به کمک آذری، خوزستانی به مدد شیرازی و گیلانی، و بار دیگر در تاریخ میهن در سرزمین سیاه جامگان به خرمدینان، بهزادان و بابکان ایران در خیزشی سراسری در ایستادگیش در برابر دشمن با قیام خود دوباره ملی شد. از کران تا کران، از کردستان تا خراسان، از شمال تا جنوب، ترسان و لرزان تر از همیشه، ضحاک زمانه مرگ خود را در افق می‌بیند. بیت فساد در حال فروپاشی است. میر غضب‌هایش وحشت زدند، دزدانش سراسیمه، گرفتار در شنهای روان، منزوی در جهان، منفور در ایران، تبهکاران بیمناک تر از همیشه‌اند. هیبت کاذب نظامی که همه چیزش را از دروغ ساخته بود، در کمتر از 2 سال لخت و نمایان شد. طالحی فاسق و عریان، دروغی که به نام مستضعفان از ایمان مردم پیراهن عثمان دوخت و کشوری را غصب کرد تا برای بقای خود مستضعفان را به رگبار ببندد. آبان 98 ناقوس مرگ تبهکاران را چنان به صدا درآورد که تنین آن کماکان در 4 گوشه جهان به گوش می رسد. تنینی که بیش از پیش در اذهان سیاست مداران با این پرسش همراه شده که چگونه می توان برای سقوط اجتناب ناپذیر جمهوری اسلامی آماده شد. هم میهنان عزیزم، کمتر از 2 سال پیش در چنین روزهایی پس از خیزش دیما، در سخنانی خطاب به جامعه مدنی ایران، ضمن تأکید بر نزدیک بودن و اجتناب ناپذیر بودن روند سقوط جمهوری اسلامی، یادآور شده بودم که چشمنداز فروپاشی نظام و پس از آن ضرورت سازمان دادن به یک اتوریته نوین را بیش از هر زمان دیگری در برابر ما ایرانیان گذاشته است. فروپاشی یک نظام سیاسی به آماده سازی نیاز دارد. رهبری سیاسی چنین اتوریته بازسازی شده ای است که می تواند گذار به یک نظام کارآمد را کم هزینه تر کند. تحت رهبری سیاسی همین اتوریته نوین است که می توان در دوران گذار به مطالبات جامعه مدنی رسیدگی کرد. اکوسیستم مدرن و پایداری که نزدیک به 2 سال پیش به آن اشاره کرده بودم، از دل همین فرایند و همین جامعه مدنی
برخواهد خواست. همانجا یادآور شده بودم که در نبود چنین بدیلی خلأ قدرتی را که با سقوط جمهوری اسلامی پدید خواهد آمد نیروی دیگری پر خواهد کرد، نیرویی که نگران مدنیت نخواهد بود. گفته بودم که فرصت گران است و خطر در کمین و با سازی یک اتوریته ملی و ملی اندیش در هرج و مرج ممکن نخواهد بود. امروز دو سالی پس از آن خیزش، تند باد میهنی و مردمی آبان ضرورت بازاندیشی و آماده سازی مردم و کشور برای فروپاشی نظام را دوچندان کرده، چرا که فروپاشی حتمی است و باید برای آن آماده شد. امروز بیش از دیروز در برابر دوگانه سهمگین قرار داریم، دوگانه بقا یا انقراض. مسئولیت ملی و تاریخی هر یک از ما در این بزنگاه دورانساز این است که با تشخیص درست شاخصهای انسانی و گفتمانی نیرویی که بتواند به چنین اتوریته‌ای شکل بدهد، راه را برای بازسازی کشور در چارچوب مدنیتی نوین هموار کنیم. هم میهنانم در سوگ جوانان وطن بودن بخشی از مهر و از آداب ماست، ولی هدف ما باید این باشد که لاله‌زارهای ایران آینده نه از خون جوانان وطن، نه از اشک مادران و بازماندگان، که از شادی و از استعدادهای آنها برویند. هدف ما دستیابی به چنین ایرانی است و دستیابی به چنین هدف والایی با آمادگی ملی و به آماده سازی نیاز دارد. هم میهنانم با سازی اتوریته سیاسی نوین برای رهبری فرایند گذار باید از همکنون آغاز شود. همین رهبری سیاسی است که سرانجام کشور را برای گذار حقوقی، سیاسی و اقتصادی مبتنی بر صندوق رأی از حکومت اسلامی به حکومت ایرانی آماده خواهد کرد. کارستانی از این دست به یاری بهترین فرزندان و استعدادهای ایرانی نیاز دارد. از فعالان مدنی و سیاسی گرفته تا سطوح لشکری و کشوری. لشکری چرا که گذار کم هزینه به مدنیت نوینی که خواست ماست در ارتباط ارگانیک با یگانهای نیروهای مسلح ایران و زیر نظر و نظارت رهبری سیاسی عملی خواهد شد. کشوری چرا که همکاری بدنه اداری کشور چنین روندی را تسریع و تسهیل خواهد کرد، هرچه کم هزینه تر کردن گذار از حکومت اسلامی به حکومت ایرانی ابزارهای خودش را نیاز دارد. مسئولیت من تلاش برای فراهم آوردن چنین ابزارهایی است، هرچند ابزارهای سیاسی را باید به دست توانای سیاست مدارانی دانا سپرد. شکل دادن به چنین ارتباطاتی است که از سوی دیگر تکلیف مردم و بدنه لشکری و کشوری را از یک سو با سران نظام مشخص خواهد کرد. سپاهی مردمی است که پاسدار ایران باشد، نه پاسدار انقلابی که از 60 میلیون ایرانی مستضعف ساخته. سپاهی مردمی است که پاسدار مردم باشد، نه اقلیتی محسوب فاسد. فساد حق نیست، کریه ترین صورت باطل است. سپاهی مردمی است که پاسدار حق باشد، نه باطل. سازماندهی ارتباطات ارگانیک با بدنه لشکری و کشوری است که تکرار می کنم تکلیف مردم را با سران و مدیران و فرماندهان مشخص خواهد کرد. آنها که با ما نیستند بر ما خواهند بود. میان فرقه و مردم یک ایران فاصله است، فاصله‌ای که با مهر و با دلاوری ایرانی از خاکریزهای جنوب گرفته تا کف خیابانهای تهران و مشهد گلگون شده.
باید از همکنون تکلیف فرقه حاکم و بیت آن را از ساختارهای متعارف کشوری، کشورداری و دولت متمایز کرد که فردا از سران دولت هیچ عذری پذیرفته نخواهد شد. سران و مدیران دولت یا تدارکچی و مجری منویات بیت فسادند یا مدافع حق مردم. هم میهنانم، سیاستمداران، فرهنگیان، هنرمندان، اساتید و وکلای محترم، سربازان، خلبانان، تکاوران و فرماندهان نیروهای مسلح ایران، رویدادی بزرگ در راه است. نگاه ایران به شماست. نگاه معلم، نگاه کارگر، نگاه دهقان، پیر و جوان، زن و مرد. دی رفت و آبان آمد، دی دیگری و آبان دیگر می آید، گسترده تر، خروشان تر، میهنی تر از گذشته. فروپاشی حکومت اسلامی قطعی است. آمادگی برای آن یک ضرورت حیاتی است. بیایید تا دست در دست سیاست مداران ایران اندیش و نخبگان مدنی و فرهنگی و صنفی آمادگی ملی لازم را فراهم آوریم و از دل فروپاشی ظلم ایرانی با مدنیتی نوین بر پایه نظام شهروندی بنا کنیم. هم میهنانم، فراهم آوردن ابزارهای آمادگی ملی برای رهبری سیاسی دوران گذار مسئولیت همگی ماست. به عنوان یک سرباز، لحظه‌ای برای به دوش گرفتن سهم خود در این کارستان ملی از پا نخواهم نشست، هرچند ابزارهای سیاسی را باید به دست توانای سیاستمدارانی دانا سپرد. جاوید ایران. رضا پهلوی، آذر 1398.